اما این که زندگی بهتر فرزند کمتر، این حرفا الان یک مشکلی که ما تو جامعه داریم اینه که سنی های در مرزهای ایران تمام دارن جایزه میگیرن از سعودی و پاکستان و پول براشون میاد که زن بگیرن، دوقلو دوقلو بزن، که آمار سنی ها تو این مملکت از شیعه ها بزنه بالا و اینجا شیعه بره یکی یکی لوله ببنده که بچه دار نشه. اگه قراره مملکت ایران جمعیتش بالا نره، تو این قصه باید نامردی نکنن به حق علی ابن ابی طالب، مرد باشن جلو سنی ها هم توی این مملکت بگیرن. اگه راست میگن، اگه راست میگن و خیلی دلسوز این مملکتن، اگه مردن بیان جمعیت اول انقلاب رو تا این ساعت رو اعلام بکنن و بگن تو این چند سال چند برابر شدن، اگه راست میگن، و چقدر شیعه رولولش رو بس و خودش رو عقیم کرد که از یه بچه دوتا بچه بیشتر نداشته باشه. اینطوری نیست که شیعه بیاد جلو خودش رو بگیره سنی 10 تا بچه داشته باشه، در خونش که واز بشه یه لوده بیچه میروزه بیرون قد و نیم قد. خب بله، به اونا هم بگید آقا ما به سومین اولادتون شناسنامه نمیدیم، حق رأی هم نداریم، ولی این که بدانی تا 5 سال دیگه اینطور که داره این مملکت جلو میره و این اتحادی که بین سنی ها هست و این اختلافی که بین شیعه ها هست متاسفانه و این بازی هایی که ما سر هم دیگه داریم، تو رئیس جمهوریش رأی خواهن آورد، تو رأی جمع کرده تو انتخابات مجلسش همینطور، و این که برای که بدانید دنبال درس و بحث دارن میرن دکتر مهندس دارن، ولی ما شیعه ها چی؟ الان در سیستان و بلوچستان تمام قاچاقچی ها سنی هن، تمام معتاد ها شیعه هن. بری بپرسیم شما بگونید سنی میاد اسلحه دست بگیره ما رو بکشه؟ نه نه نه، وهابی هاشون میرن تو عراق شیعه میکشن، تو افغانستان شیعه سر میبرن، تو پاکستان بمب میگذارن مسجد شیعه رو منهدم میکنند و شیعه میکشن، سنی هاش هم اینجا دارن درس میخونن و قاچاقچیگری میکنن و تریاک و هروئین و شیشه و کراک دارن پخش میکنن، یه جوری دیگه دارن شیعه رو از بین میبرن. شیعه احمق نمیخواد بیدار بشه، شیعه احمق نمیخواد چششو باز کنه که اگه ما رو با گوله بکشن بعد اینه که بچه‌مون بشه هروئینی. وحدت اونایی به بازی گرفتن که به داد شیعه نمیرسن، وحدت اونایی به بازی گرفتن که نمیفهمن چه کلاهی تاره تا ناف سر شیعه میاد. اونا وحدت به بازی گرفتن که فکر کنن با بستن ابو لولو همه مشکلات حل میشوند. نه، اینجوری نیست. شما اگه دره حرم ابو لولو رو میبندید، پس جلوی شناسنامه دار شدن سنیارم بگیرید اگه مردی، اگه راست میگید، و جوانهای شیعرم آگاه کنید اگه راست میگید، اگر هم دست به دست هم دیگه دادید سفره تشیع رو جمع کنید، خدا سفره عمرتون رو جمع کنید، اگه تصمیم گرفتید که خیانت داری بکنید، خدا به حق حضرت زهرا رسوا و ریشکنتون کنه. شیعه رو آگاه کنید، شیعه باید بفهمد. حالا برو تو دانشگاه بید چقدر کراکی شدن، چقدر حشیشی شدن، چقدر هروئینی شدن. اینا رو وحدت از بین میبره. 29 سال از انقلاب گذشته است، اینقدر که مانوف دادیم و مانوف دادن و سنگ وحدت شیعه و سنی رو به سینه زدن، ای کاش توی این 29 سال سنگ وحدت شیعه و شیعه رو به سینه میزدن. شیعه و شیعه وحدتش از شیعه و سنی مهمتره، نه که تو چنگ تو صورت من بزنی من چنگ تو صورت تو بزنم، تو منو کافر کنی من تو رو کافر کنم.
من تو رو مشرکت کنم، اون منو مشرک کنه، من میگم تو ضد انقلابی، میگه این ضد ولایت فقیهه، پنجه داری تو صورت همدیگه میکشیم، وقتی هم از وحدت شیعه و سنی میزنیم، شیعه و شیعه داره نابود میشه، برادری بین شیعه و شیعه داره از بین میره. اگه راست میگید وحدت شیعه و شیعه رو درست کنید اول، که چپ چپ به هم نگاه نکنید، زندگیاتون رو درست کنید، اعتیاد از زندگیاتون بیرون کنید. اگر عاشق علی هستید، پدر سگ وهابی رو در بیارید با نکشیدن هروئین، پدر سنی قاچاقچی رو در بیارید با نکشیدن تریاکتون و با معتاد نشدنتون. نمیخواد فحش به عمر بدید، فحش به عمر نمیخواد بدید، با فحش به عمر دادن مشکل حل نمیشه. هروئین نکش، پدر عمر یا در میاد، کراک نکش، پدر سنی در میاد، معتاد نشو، پدر دشمن علی در میاد. نمیخواد فوش بده، فوش گره ما نمی کنه داداش. آره درس بخون آقای دانشجو، آقای طلبه درس بخون، تو اگه عشق علی تو دلت هست مطالعه بکن. امروز اینجوریه، من 50% این قصه فرزند کمتر زندگی بهتر رو قبول دارم، 50% به شرطی که برای همه باشه، برای همه. یا برو ببین شهرهایی که سنی 30% بوده شیعه 70% الان شده سنی 80% شیعه شده 20%. بپرسید، من پرسیدم که میگم. پس یه قانون وضع کنید، بسم الله، شناسمه ندید، بیمشون نکنید. اما بله، اگه قرار شد جونور دو پا بدی بیرون که دوز بشه، چاقوچش بشه، جلو ناموس مردم وایسه، مزاحمت برای ناموس مردم درست کنه، اجاقت کور بشه، ایشالله بعضی اینه که اولاد خدا بهت بده. آره اولاد نداشته باشی بهتره، من اینو قبول دارم.